با سلامتی تظاهرات بزرگ جلوی اتحادیه اروپا ما داشتیم در ساعت 9 صبح شروع شد و این تظاهرات به مناسبت این بود که امروز اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا 27 کشور جلسه داشتن و بحث اشرف هم جزء موضوعات اعلام شده شون هستش و ایرانیان امروز جمع شدن که از وزرای خارجه بخوان که دولت مالکی رو و سیاست‌های فاشیستانه این دولت دستنشانده رژیم ایران رو محکوم کنه، به خصوص محکوم بکنن این ضرب العجل که مالکی گذاشته برای بستن اشرف تا آخر دسامبر، کم چند هفته دیگه، و همچنین محکوم بکنن هر گونه جابجایی فاطمه اشرف در داخل عراق رو. این از اهداف تظاهرات بوده. در همبستگی با ایرانیان، تعداد قابل توجهی از نمایندگان برجسته پارلمان اروپا و بلژیک امروز شرکت و سخنرانی داشتند، به این جمله آقای جیم ایگینز عضو هیئت رئیسه پارلمان اروپا از ایرلند، آقای کازاکا پاولو کازاکا نماینده پیشین پارلمان اروپا از پرتغال، آقای جرالد تیندرمن عضو اشکد و عضو هیئت رئیسه پارلمان بلژیک، آقای تونه کلام نماینده پارلمان اروپا از استونی، آقای پیتر استراسکی نماینده پارلمان اروپا از اسلوواکی، آقای سوگور نماینده پارلمان اروپا از رومانی، اینا تعدادی از شخصیت‌های خارجی بودن که صحبت کردن. همچنین تعدادی از مسئولین کمیسیون‌های شورای ملی مقاومت ایران صحبت کردن، مثل آقای رضا روحانی، آقای دکتر کریم قصی و خود برنامه را خود آقای ابوالقاسم رضایی دبیر شورای ملی مقاومت اداره می‌کردن و سخنرانان را معرفی می‌کردن. این تظاهرات در میدان شومن در بروکسل جلوی اتحادیه اروپا از ساعت 9 صبح شروع شد و حدود 2 تموم شد. ایران! اشرف! لیبرته!